سلام، یه خرید باحال کردم از این فروشگاه دیجیتالی معروفه. میخوام که آنباکسش کنم و من باشید. خب، وسایل لازم واسه آنباکسینگ: باکس، کازم و ناظر. خیلی دوست دارم این کاره، اینقدر صداش خوبه. نه، چون تازگی زیاد آجر تو جعبه ها میذارم میفرستن، این فیلم برداری خوب. خب، اینو یک کیبورد خوب میخواستم که کلن دست روش راحت باشه، تمیز کردنش راحت باشه. من کم وسواسی هم، دوست دارم که تمیز باشه دکمه کیبورد، چربی و اینا رو دکمه هاش میمونه. یه چیزی میخواستم دکمه راحت عوض شه، بشه دکمه های در واقع دکمه‌اش ماجولار باشه، بشه عوضشون کرد. مثلا دیدم که این کله بیبی یودا رو میذارن به جای دکمه ها. یه چیز مدرن و خوب و نیمه مکانیکی میخواستم با صدای در واقع لذت بخش تیک تیکی که موقع تایپ به گوش میرسه. یه چیزی که وقتی دکمه رو فشار میدی احساس کنی دکمه رو فشار دادی، و فکر میکنم که این باید همون چیز باشه که میخواستم. بله، کیبورد K500F HP هستش. بدنش آلومینیومیه. ریویو های خوبی ازش خونده بودم و نور در واقع بکلایت RGB داره، سیمیه و در کل چیز با کیفیتی باید باشه. البته چینیه، ساخته چینه، ولی خب HPه. ببینیم چیه. خب، بوی نوعی نمیده. تموم شد، آنباکس شد. واو، عجب چیزیه. نکته قشنگش اینه که شما وقتی اینو نگاه میکنید دکمه پیداست، یعنی تکونش که میدی هرچی نون ریخته، نمیدونم صبحانه خوردی، خورده نون ریخته، هرچی بوده یه تکون میدی خالی میشه. برای منی که با ادیتور ویم کارهای ادیت و برنامه نویسی ما انجام میدم، یه لذت به خصوصی داره. وصلش میکنم به کامپیوتر، امیدوارم که درست کار کنه. بریم سراغ آیتم دوم. نمیدونم چرا احساس میکنم یه چیز دیگه فرستادن. پیچگوشتی ساعتی من سفارش داده بودم، 100 و خورده ای هزار تومن پولش بود. 100 و خورده ای او هزار تومن پولش بود. اصلا بوی نوعی نمیده، بوی پلاستیکی زباله میده. این از این پیچگوشتی هست که سریش عوض میشه. چجوری کار میکنه؟ برای بیرون آوردن اینا آهن رباییه.
اهرایی خیلی راحت و یه زایده اینجاش داره که میفته توش و کاملا قفل میشه و اون اهرایی هم نگهش میداره دیگه نمیفته بیرون. برای تعمیر موبایل و باز کردن لپتاپ میخواستم. قربونتون، خیلی جنس فلزی نمیدونم یه جور حالت شبیه مفرق و اینهاست، دوست داشتنی بنظر میسه، تهش چرخونه برای اینکه وقتی میگیریش بتونی سریع کارتو بکنی. پلاستیکی که بسته‌بندیش ازش درست شده با دوام ولی بدبوه، احتمالاً بازیافته چیزیه. همین، اگه کیبورد درست بود توی توضیحات ویدیو میذارم دربارش. دوستتون دارم، فعلا بای بای.